با توجه به مطالب پیشین عزیزان برای شما عزیزان آشکار شد که بدعت منع نقل کتابت و تدوین حدیث از زمان ابو بکر و جعل حدیث از همون زمان آغاز شد و علاوه بر این که یک گسل تاریخی بسیار وسیع در مجامع حدیثی بکریه و عمریه وجود دارد و اونها یکصد سال ممنوع از نقل کتابت و تدوین حدیث بودند و بعد هم احادیث خود رو بر اساس معارف سینه به سینه و دهان به دهان به رشته تحریر در آورده اند مشکل دیگر عزیزان این بود که وزاین و کذابین در میان اونها بسیار زیاد بود که با انگیزه های مختلفی که خدمت شما عزیزان ارز کردم نسبت به جعل حدیث اقدام کردند. و به طور کلی طبق آیه شریفه انقلبتم علا اعقابکم در یک حرکت ارتجاعی به دوران جاهلیت بازگشتن انتها نام اون دیگه جاهلیت نمود به نام اسلام این دور جدید جاهلیت رو آغاز کردند. اهل سیاست با دین خدا بازی کردند، بدعتهایی در دین خدا گذاشتند. مذاهب مختلف شکل گرفت و پاره از افراد از روی انتقام جویی یا افسانه پردازی احادیثی رو جعل کردن و بین مردم منتشر کردن پاره از افراد بر اساس تعصبات قومی و نژادیشون برخی از افراد با انگیزه ی کسب مال و منال بعضی هم برای کسب وجهه و اعتبار و در نهایت پاره افراد برای تحریص و ترغیب مردم به انجام عبادات حدیث جعل کردن و این احادیث جعلی رو بین مردم منتشر کردن حالا این سوال مطرح میشه که طرق تمییز حدیث صحیح از حدیث سقیم چیه؟ ما با یک مجموعه مواجه هستیم که این مجموعه مجموعه خالص و پاک و بی عیب و نقص نیست مجامع حدیثی بکریه و عمریه رو داریم که مالامال از خرافات و بدعتها و های ناروا به حضرت ختمی مرتبت است چطور میتونیم حدیث صحیح رو از میان این همه خرافه و این همه حدیث جعلی تفکیک کنیم و تمیز بدیم راه های شناسایی حدیث صحیح از غیر صحیح رو به طور کلی میتونیم به دو طریق تشریح بکنیم یکی دانستن علومی که به منزله مقدمه هستند و تا اون علوم رو ندانیم شناسایی حدیث صحیح از غیر صحیح برای ما مقدور نیست و دیگر اموری که به عنوان ملاک تشخیص حدیث صحیح از حدیث غیر صحیح مطرح هستند در بخش اول عزیزان عنایت داشته باشن برای شناسایی حدیث صحیح از حدیث سقیم و غیر صحیح مقدماتی لازمه محققی که به دنبال تشخیص صحت حدیث هست باید با ادبیات عرب که مشتمل بر صرف و نه و معانی و بیان هست آشنایی کافی داشته باش حضرت ختمی مرتبت رسول خدا صلی الله علیه و علیه و سلم و ائمه هدا علیهم صلوات الله به زبان فسیح و بلیغ عربی تکلم می و سخنی خلاف قواعد ادبیت بر زبان اون بزرگواران جاری نمی شده است پس هرگاه در حدیثی که راوی ادعا می عین این الفاظ معصوم رو نقل کرده است از نظر قواعد ادبی خلل و نقصانی ملاحظه بشه میتونیم پی ببریم که اون عبارت از معصوم علیه السلام صادر نشده است چون برخلاف قواعد صرف و نه و معانی و بیان ولی کسی که آشنایی کافی با این قواعد نداشته باشه تشخیص حدیث صحیح از حدیث جعلی و سقیم برای او میسر نیست دومین مقدمه عزیزان علم لغت است یکی دیگر از مقدمات شناسایی حدیث صحیح از حدیث سقیم علم لغت و دانستن معانی الفاظ و مفاهیم عبارات اگر روایتی متزمن الفاظ رکیک و کلمات مستهجن باشه میتونیم بفهمیم اون روایت به دروغ به معصوم یعنی حضرت ختمی مرتبت بی, بی دو عالم فاطمی زهرا مولانا امیر المؤمنین و سایر ائمه هدا علیهم صلوات الله نسبت داده شده است چرا چون معصوم سخن قبیح بر زبان جاری نمی کند از دیگر مقدمات تشخیص حدیث صحیح از حدیث جعلی و سقیم علم رجال عزیزان باید توجه داشته باشند همه ناقلین احادیث مورد وسوق نیستند بلکه بعضی دچار فساد عقیده و حتی فساد عمل هستند عده عقاید حقه و امامت ائمه هدا اهل بیت اسمت و تعارت علیهم صلوات الله رو باور ندارن گروهی عقیده صحیح دارن ولی التزام عملی به موازین شرع ندارن بعضی فاسد بعضی فاسق هستند بعضی دیگه هرچند از سلامت عقیده و عمل برخوردارن ولی راستگو نیستن مشهور به کذاب یا کاذب هستند و قطعا نقل حدیث از ناحیه اونها برای انسان یقین آور نیست و احادیثی که از اونها نقل می شود فاقد ارزش و اعتبار در کتب رجال اسامی روات و شرح حال اونها از نظر اعتقادی از نظر التزام به احکام شرع از حیث وساقت و صداقت آمده است و محقق میتواند با مراجعه به اون کتابها سند حدیث رو مورد واکاوی و شناسایی قرار بده و از این طریق به صحت و صغم حدیث پی ببره یکی دیگر از مقدمات تشخیص حدیث صحیح از حدیث سقیم عزیزان تاریخ ملل و نحل هست مراد از تاریخ ملل و نحل عزیزان در اینجا آشنایی با حوادث و رخداده ها و جنگ ها و حکومت ها نیست بلکه مراد آشنایی با پیدایش فرق و مذاهب و مبانی اعتقادی اونها و از همه مهمتر آگاهی به سیره حضرت ختمی مرتبت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه هدا و بیبی بی دو عالم فاطمی زهرا علیه مستلام انسان محقق عزیزان برای تمییز حدیث صحیح از مجعولات باید با تاریخ ملل و نهل آشنا باشه تا با مشاهده روایات مخالف سیره حضرت ختمی مرتبت و ائمه معصومین علیهم صلوات الله به جعل و عدم صدور اون از ناحیه معصوم پی ببره مثل احادیثی که دال بر ترغیب و تشویق به رهبانیت که رهبانیت هم در قرآن به عنوان بدعت ازش یاد شده است و خلاف سیره حضرت ختمی مرتبت و ائمه هدا علیهم صلوات الله است به طوری که حضرت ختمی مرتبت کسانی رو که رهبانیت اتخاذ بکنن رو مورد نکوهش قرار دادهاند حالا برای اینکه بدانیم آشنایی با تاریخ در پی بردن به صحت احادیث و جعلی بودن اونها تا چه اندازه مؤثره من یه نمونه رو خدمت شما عرض میکنم در سقیم مسلم که به اصطلاح میگن صحیح مسلم آمده است هنگامی که ابو سفیان اسلام آورد از رسول خدا صلی الله علیه, علیه و سلم سه درخواست کرد اول گفت دخترش ام حبیبه رو به نگاه خودشون در بیارن دوم معاویه رو به عنوان کاتب وحی انتخاب کنن و سوم ابو سفیان رو به عنوان امیر لشکر قرار بدن و پیامبر خدا صلی الله علیه و, علیه و سلم با هر سه درخواست ابو سفیان موافقت کردند دقت بکنید جعل حدیث رو ولی با توجه به اینکه ابو سفیان در سال هشتم هجری و در فتح مکه مسلمان شد و پیامبر خدا صلی الله علیه و علیه و سلم در هجرت به حبشه با ام حبیب ازدواج کردن ملاحظه میشه بین این دو واقعه سالها فاصله است و اینها ارتباطی با هم دیگه ندارن شما ببینید ابو سفیان کی مسلمان شده پیغمبر خدا در حبشه با ام حبیب ازدواج کردن همچنین ابو سفیان به عنوان امیر سپاه اسلام هیچگاه و در هیچ قضوهی مطرح نبوده است از اینجا میتونیم به جعلی بودن این روایت و روایات مشابهش پی ببریم